یکی پس اندازشو به بانک میسپاره، یکی دیگه مثلا میخواد یه وانت بخره و کار کنه اما پولش کمه، پس از بانک وام میگیره. این وسط بانک نقش وکیل سپرده‌گذار رو بر عهده داره. بانک باید مطمئن بشه که راننده وانت سر وقت اقساط وام رو به بانک برمیگردونه. بانک از محل اقساط وام سود سپرده‌گذار رو محاسبه میکنه. آخه سپرده‌گذارم سر ماه که شد میاد شعبه که سود سپرده‌شو بگیره. سر و کله ضامن معتبر برای تضمین بازگشت پول وام از همینجا پیدا شد. و سالهای سال هر متقاضی وام باید کلی دنبال یک یا چند تا ضامن معتبر میگشت. حالا دیگه زنگ زدن به دوستان و آشنایانی که کارمند باشن شروع میشه. اگه کسی قبول میکرد که ضامن بشه، نامه اشتغال به کار و کسر از حقوق هم باید میگرفت. که گاهی همین باعث میشد متقاضی تسهیلات کاملا منصرف بشه. گاهی اگه یه کارمند میخواست ضامن بشه محدودیت داشت و ممکن بود قبلا ضامن شده باشه و باقی مانده حقوقش برای ضمانت وام کافی نباشه. اما برای ضمانت و ایجاد اطمینان و سنجش اعتبار مشتریای بانکی یه روش دیگه هم هست که 150 سال تو دنیا داره انجام میشه. این روش که بهش میگن اعتبار سنجی تو کشور ما هم چند سالی شروع شده. تو این روش عملکرد مشتری تو بانک‌های مختلف، چکایی که صادر کرده، سپرده‌هایی که داشته و همه کارهای مالیش براش امتیاز و اعتبار ایجاد می‌کنه و این اعتبار می‌تونه کم و زیاد بشه. حالا بانک مرکزی داره یه سیستم جامع اعتبار سنجی را می‌اندازه. تو این سیستم دیگه فقط عملکرد افراد تو بانک‌ها مطرح نیست و پرداخت به موقع بدهی‌هاش به سیستم بانکی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هم مد نظره. اینجوری بانک به کسی وام میده که کاملاً می‌شناسدش. این روزا بانک گوی و میدان رو به مشتریاش داده. حالا دیگه امتیاز و اعتبار هر کسی دست خودشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.